واحلل و من لسانی افقه قولی الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختم المرسلین صلی الله عليه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش علال خصوص حضرت مجتبا و حضرت رضا علیه ما آلاف و تحییت و ثنا سلواتی و رحمت کنید ارز ادب ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه، ارز تسلیت به پیشگاه حضرت بقیت الله روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید <applause> با توجه به این که پایان ماه سفر متعدده مناسبت هاش سه شهادت و یک خیانت موضوعی رو که از دیروز شروع کردیم برای بحث چیزی است که محور مشترک بین این سه معصوم عظیم باشه یکی از دقدقه های این سه عظیم و و از اون جایی که امام مشتبه جد امام رضا علیه السلام هست از امام باقر علیه السلام که مادر بزرگوارش فاطمه بنت الحسنه از امام باقر علیه السلام به بعد همه ائمه نوه امام مجتبا هم هست گفتم در حریم حضرت سلطان اولیا علی ابن موسی علیه آل و فتحیت و سنا چند جمله از جد شما حسن با هم گفتگو کنیم که در بین ما شیعیان هم غریب قربتش به خاطر بنی امیه صرفا نیست قربتش بین ما هم هست چند جمله دیروز عرض کردیم تیترهاش رو اشاره میکنم ادامهش رو تقدیم میکنم روزهای بعد هم اگر شد از پس فردا از پیغمبر اکرم و امام رضا ادامه همین بحث رو ارز میکنم عرض شد به هزار مبارک شما که امیر با اون همه عظمتی که داشت و 23 سال همه حقائق و همه موفقیت ها و پیروزی های اسلام همش روی دوش او بود یه چیزهایی رو از اون نفی کردن که آدم سرش سود میکشه مثل اینکه نماز نمیخون از کسی که هر روز هزار رکت نماز میخون میگفتن نماز نمیخون دروغ گویان کسی که از روی قرائت او حفاظ قرآن حفظ میکنن یک یکادو بخونه یا تکادو بخونه این کلمه رو چگونه بخونه از روی قرائت امیر حفاظ قرآن حفظ میکنن گفتن علی قرآن نخون تا از دنیا رفت اون کسی که در غیرت عالم مثلش رو ندید امراض میگفت با زنان جوان شوخی میکنه نوزو بالله در نهج الولاغه حضرت مجبور شده پاسخ بده یعنی اینقدر شایع کردن حضرت همه شبهات علیه خودش رو جواب نمیده اون امیر با اون عظمتش اینقدر بهش بهتان زدن حالا ما مشتبه صلوات الله علیه که هفت سالش بود پیغمبر به شهادت رسید کمتر زمینه بروز زمان پیغمبر اکرم داشت خب معلوم راحتتر میشد نفیش کنن تخریبش کنن و کردن این کار و بین ما هم قریبه دردش میاد آدم که شیعه ای که از بن دندان عاشق اهل بیت اسم اهل بیت میاد تن و بدنش میلرزه یه رب نتونه راجب امام حسن حرف بزنه اینا ضعف باید خدا جبران کنه انشالله این, این تیترها رو دیروز عرض کردیم که امام حسن علیه السلام و السلام از بد و تولد همه وجودش خرج بیان حقیقت و فضایل امیر شده در بین ائمه هم ویژگی استثنایی داره امام حسن همه ائمه بیچاره امیر المومنین همه ائمه قبلهشون شون امیر المومنینه. سید اهل البیت امیر المومنین. اما امام حسن سلام الله علیه حالا جلوتر توضیح میدم حکم از خود امیر گرفته برای بیان فضال امیر المومنین. حالا عرض میکن از همون بد و تولد نام مبارکش دیروز توضیح دادم دیگه توضیح دیروز تکرار نمی کنم. هر جا اسم او رو میشنیدن کلمه حسن یا عرب اصلا نداشت قبل از امام حسن سلام الله علیه یا خیلی کمیاب بود هر کس میشنید اسم پسر امیر المومنین حسنه یاد حدیث منزلت می دیروز توضیح دادم اصلا پیغمبر فرمود باید اسم بچه های تو اسم بچه های حارون باشه که تا اسم اونها رو میشنون یاد این بیفتن که انتم نی به منزلت آرون من موس دیده آقا یه نفر یه پیکسل میزنه اینجا شما نمیدونین روز عزایه تو خیابون داری یعنی راه یکی رو سینش یه یا حسین زده یه یا موسی بن جعفر زده یا میگه ان نکنه شهادت موسی بن جعفر حواسم نبوده یکی در خونش پرچم میزنه دیدی تو هر محله یکی دو تا خونه هستن حواسشون هست مناسبت های شهادت و ولادت و اید و اینا رو این با پرچم زدن به بقیه حواس جمعی میده امام حسن هر جا میرفت میگفتن حسن مردم یاده این که که انتمنی به منزلت آرون من موس اسمش یادآور فضیلت امیر بود توضیح داشتی شب گذاشت دیروز همون روزای اول در اون خفقان سنگینی که اینا مخالفین رو میکشتن مثل آب خوردن فاطمه زهرا سلام الله علیها هیچ کس به او بختان نزد که لشگر کشی کرد داره اسلحه جمع میکنه مسلح تربیت میکنه هیچ کس چند تا سخنرانی کرد و اعلام همراهی با امیر المومنین بانو بود باردار بود ولی کشتن تحمل نمیکردند برای همین کسی جرعت نمیکرد کرد خودشو خرج امیر المومنین کن امام حسن سلام الله علی ششف سالش بود اومد تو مسجد بعد از پیغمبر دید یکی دیگه رو منبر نشسته انقدر با صلابت اومد جلوی منبر فرمود انزل ان منبر ابی از منبر بابای من بیا پایین یه قدری صبر کرد جوابی نتونست پیدا کنه از منبر اومد پایین بعد رفت به امیر گله کرد گفت چرا این پسرتو جف زده میکنی تحریک میکنی بیاد جلو مردم آب رو منو ببره امیر علمونی فرمود که این پسر پیغمبره اشاره به چیه؟ اشاره به اینه که اون روزی که دیروز توضیح دادم آیه مباهل رخ داد پیغمبر خاتم دعا بکنه خدا فرمود این پسر شیش افت ساله بیا رو دعای مست پیغمبر مستجاب دقه آمین بگه ابناعنای آیه مباهله است این پسر پیغمبر جو زده نکن چیه آمین روی دعای پیغمبر باید بکنه خدا فرموده اینم بیار تو چی میگی؟ تا رسید به اونجایی که عرض کردیم امیر المومنین هرچی بالندگی پیدا کرده مام حسن امیر المومنین دلش ضعف میرفت برای مام حسن یکی دو بار فرمود دلم میخواد جلو من حرف بزنی چون ائمه عقل کلن و کلل عقلن هر که آقلتر معدبتر دور از جون شما به گوزفن نمیگن جلو بزرگتر پاتو جمع کن شما میگن این آقل رو بهش ادب یاد میدن هر چه آقلتر معدبتر امیر علمانی در محضر پیغمبر ساکت اگر بعد از پیغمبر زنده نمونده بودم امیر در احد شهید شده بود فیلم هر حرف زدن بلد نبوده تو ساکت بود حرف نمیزن به قدر نیاز به قدر دستور سوال میکردن جواب مختصر میداد امام حسن در محضر امیر المومنین امام حسین در محضر امام حسن ما کلم الحسین بین یدی الحسن قد تو هرگز دیده نشده امام حسین جلوی امام حسن شروع کنه به حرف زدن همیشه ساکت بود اعظامن له از بس امام حسن رو بزرگ میدونست امام حسن امام امام حسین حضرت عباس سلام الله جلو سید و حرف نمیزن اگر اونو شنیدید اینو دارم تکرار میکنم که بحث بتونم ادامه بدم اگر شنیدید در دوران کودکیش یه روزی از مسجد میومد برای از زهرا تعریف میکرد پیغمبر چی فرموده امیر المومنین کیف میکرد بشنوه پشت پرده نشست امام حسن اومد شروع کنه حرف زدن لکنت گرفت اشتباه برداشت کردید خیال کن چون کودک بود لکنت گرفت چون مؤدب بود لکنت جای دیگری سی سالش بود امیر المومنین حسن جان پشت خطبه بخون عرض کرد بابا من در محضر شما نمیتونم حرف بزن حضرتم نفرم این چیه بابا سی سالته فرمود من میرم پشت پرده تو راحت تر باشی عرض کردم هم اینجا هم اونجایی که امام حسن به دستور امیر که مریض احوال بود رفت اینو دیروزم گفتم من شاید دیویس بار این جمله رو گفتم دلم میخواد یه روزی ببینم خدا به خاطر گفتن و شنیدن این با ما میخواد چیکار کن من شاید دیویس بار این رو گفتم و هر بار خودم دلم میخواد بیام این وسط داد بزن امیر علمان مریض احوال شد اوائل حکومتش در مدینه در بستر افتاده بود میدونستم امام حسن جلوش نمیتونه حرف بزن پشت منبر رو تو مسجد کوفه پرده زدن حضرت پشت پرده نشست که امام حسن اذیت نشه شما حسن جان امروز تو خود باید بخونی چون امروز میخوام بعد از این یه خطبه از امام حسن بخون به ام سلمه پیغام داد امروز حسن هم خطبه میخونه بیا مسجد اون امیر که عالم بیچاره خود بخوندنش امیر که خوارج فحش میدادن میگفتن یه جوری حرف میزنه نمیتونیم گوش ندیم یعنی بدشون میومد ولی مبهوت کلام حضرت میشد مبهوت میشدن مسیحی و هندوی عربیدان بیچاره خود پای حضرت شدن یعنی هر کسی عربی بدونه بیاد پای خود پای حضرت بیچاره میشه فرمود که به اون مثلا بگید امروز مسجد بیاد حسن هم میخواد خود بخونه. بس اون حسن جان برو امام حسن خود بخون نماز و خون برگشت آمد پشت پرده آقا یه امیر المومنین قدر قدرت عالی شوکت داریم که توی میدان نبرد یلها ازش فرار میکرد صفی الدین هلین اینجوری میگه راجبش میگه که خلق یخجل نسیم من اللطف انقدر لطیف بود امیر از نسیم سهر لطیفتر و بعثون یذوب من الجمادو جمادو اما اگه تو میدان وارد جنگ میشد کوها آب میشد این کسی که این میزان اقتدار داشت میگه آقا داشت سخن رانی میکرد امام حسن امیر در بستر افتاده بود دیدن هی ازت سعی میکنه جلو رو بگیره وقتی خود به تمام شد و نماز خون اومد پشت پرده امیر بهش فرمود به ابی انتقام پدر و مادرم فدایت من این جمعه رو همیشه اضافه میکنم میگم کاش مادرتم بود میدید چی کار کرد امام حسنی که امیر دلش قنج میرفت سخن بگه عمده سخنرانی هم که کرده یا مد امیر یا زدن دشمنان امیر المومنین. وقتی حضرت به حکومت رسید یه خانومی با دو تا آقا رفتند بسره اونجا کودتا کردن شد حادثه جمل دو تا لشگر داشت حضرت یه لشگر در بسره بود یه لشگر کوفه بود لشگر بسره خب کودتا شد توش شهرم اشغال شد حضرت مدینه بود ابو موسی اشعری کوفه بود نامه زد بهش که لشکر کوفه رو آماده کن بریم جلو اینا رو بگیریم 700 تا آدم کشتن اون خانوم دستور مسله کردن صادر میکرد تیکه پاره کنید حضرت فرمود که لشکر آماده کنید بفرستید بسره منم از مدینه میام بسره با 500 تا نیرو حضرت از مدینه رفت نزدیک بسره ابو موسی لشکر نفرستاد برخلاف تصور امیر المونین جز 50 تا شست تا صد تا یه همچین چیزی که شیعه عریق اعتقادی داشت لشکر شیعه او نبود کسی میخواد هنر مدیریت امیر بدونه از از سه تا جنگ نظامی که از از نظامی در هر سه پیروز شد جمل و سفین و نهروان از از نظامی از از شکست نخورد با لشکری بود که شیعه او نبودن بلکه اون دو نفر اصلی رو بیشتر... تو ذهن خودشون اصلی رو بیشتر از امیرالمومنین قبول داشتن خیلی سخت آدم با لشکری میدان بره که دیگران از او قب... بیشتر قبول دارن دشمنان علی رو سلام الله بیشتر از او قبول دارن با اینا رفته پیروز شده برای همین هم سفین راحت دو فتنه شو مثلا فرض بیان تو مشهد بگن علی یا معاویه اصلا این سوال برای کسی پیش میاد برای اون جبههی که گیر اعتقادی داشتن آخرش قرآن به نیزه کردن فتنه درست کرد دیگه شیعه نبودن که لذا این که هم شم نمیدونم جانباز سفینه بله جانباز سفینه از خلیفه سوم علیه, علیه السلام اولا بیشتر قبول داره اما ربطی به تشیعش نداره از. نه اون نه هیچ کس. هر کس در سفین جان باز شده علامت تشیعش نیست بله امار شیعه است مالک شیعه است سید ابن قیس همدانی شیعه است یه تعدادی هستند وقتی حضرت دو بار پیغام فرستاد ابو موسی لشکر نفرستاد با امام, حس... امام حسن و امار رو سلام خدا بر امام حسن فرستاد کوفه حکم زد حسن جان برو اینها رو به سوی من دعوت کن یعنی حکم تبلیغ امیرالمومنین برای اولین امام و آخرین امامی که صادر شده توسط امیر امام حسن رسما مبلغ امیر از طرف خود حضرت حضرت رفت در مدینه امار ایستاد امام حسن شروع کرد سخنرانی کردن جمله اول ببینید چه کار کرد بعد از اینکه حمد خدا فرمود و بر پیغمبر اکرم صلوات فرستاد اللهم صل علی محمد میخواد بگه شما رو میخوام دعوت کنم به سوی علی ابن ابی طالب اولین جملهش اینه ایو ناس آی مردم انا جئنا ندعوكم الى الله بیاید میخوام شما رو ببرم سوی خدا خدا اون جایی هست که علی هست جایی که علی نیست از خدا خبری نیست من اراد الله بدع بکم السلام علی محال معرفت الله فرمود میخوام شما رو ببرم به سوی خدا اینجا که شما وایستادید ابلیسه سوی الله است که او ایستاده به چی اشاره کرد جالبه که امارم کنارش وایستاده بود به این اشاره کرد پیغمبر میدونست بعد از خودش فتنه میشه شلوغ پلوغ میشه ادهی حق میخورن خیلی از امیر این فرموده پیغمبر اگر به من بگن من یه وقتی 18 ماه روی روایات پیغمبر کار آماری میکردم 18 ماه مال 16 سال پیشه سال 86 بود 18 ماه محشور بودم با روایات پیغمبر اینقدر در مد امیر پیغمبر سخن فرموده اگه به من بگن هر روز به مناسبت و بی مناسبت یه چیزی راجع به امیر تو این 23 سال هر روز گفته من میگم درست تو همون تحقیق هم که همون موقع منتشر شدی مختصری اینو نوشته بودم که گویی پیغمبر هر روز با دنبال یه بهانه میگشته که یه چیزی راجع به امیر بگه چون نجات امته همون جور که نماز پنجگانه در روز داریم هر روز یاد امیر و اهل بیت لازمه هر روز هر روز اعلام بیزاری از دشمنان اهل بیت لازمه هر روز که من یادم بمونه با دوستان اهل بیت باید دوست باشم نوکر باشم خادم باشم با دشمنان اهل بیت خسم باشم دشمن باشم بیزار باشم الکی دوستان اهل بیت با هم دشمنی نکنه علکی یقه همون نگیرن ما حق دشمنی با شیعه امیرالمومنین نداریم مگر موارد استثنایی قتلی کرده نمیدونم خیانتی به ناموس کسی که یه شرایط استثنایی حق دشمنی با یا امیر نداریم باید هر روز به خودمون تذکر بدیم این نعمت عزما رو که بی خودی شیعیان وای به حال من اگه هیئتیا بخوام با هم دعوا کن شیعیان با هم نباید دعوا کنن شیعیان باید, باید دشمن دشمن امیرالمومنین دشمن باشه نسبت به شیعه امیرالمومنین باید نوکر خادم خاکپا باشه اگر راست میگم امیرالمومنین دو دوست داره امیر پیغمبرم هر روز اشاره میکرد هر روز تصریح میکرد هر روز بیان میکرد چون میدونه سقه امیر رو میخورن دارم جمله امام حسن رو میخوام توضیح بدم گاهی برای افراد دیگه هم یه فضائلی میفرمود که ته اون فضائل فضیلت فضائل امیر بود مثلا فرمود و ای امار این امار من رو تقتل و الباقیه گروه ظالم میکشن یه گروه دو یه وقتی دو تا گروه مسلمان به ظاهر مسلمان که یه گروه مسلمان یه گروه کافر حقیقتا یه گروه سرباز قرآنه و یه گروه حقیقتا دشمن قرآن یه گروه پیرو سنت پیغمبره و اون یکی گروه دشمن سنت پیغمبره این عبارات امیرالمومنین روی مثلا هیجان نمیگه در سفین به امیر المومنین فرمود ان فروا الا اعداء الله برید به جنگ دشمنان خدا و اعداء رسول و اعداء القرآن و اعداء سنه یه گروه دشمن پیغمبره در لباس این که میگه ما مسلمان ظاهرش میگه مسلمان اینجا پیغمبر فرمود وای هم تختول تختل حلفت الباقیه اما و گروه ظالم میکشن خب این دوتا گروه فرقشون چیه با هم حالا توضیحش خیلی مفصله فقط اشاره میکنم این متواتر هم هست یه اصلا قبول دارن منم روایتی که در سعی بخاری اومده دارم میخونم فرمود یدعوهم هم الله امار اینا رو به الله دعوت میکن و یدعونه ال النار اونا امار رو به جهنم دعوت میکن ابن حجر از قلانی که خیلی آدم مهمیه در بین آقایون میگه یعنی چی چی امار میگه بیایید سمت خدا اونا میگن بیایید سمت آتیش میگه امار میگفت بیاید سمت اطاعت امیر المومنین اونا میگفتن این سمت اطاعت معاویه یکیش دعوت به سوی الله یکیش دعوت به سوی جهنم این تو زنتون باشه حالا کلام امام حسن رو ببینید ایوه الناس انا جئنا او کم الالله امار هم وایستاده بود اصلا از امیر المومنین امار رو فرستاد که اون حرف پیغمبر که همه تون شنیدید خود معاویه و امراه هستم این رو کردن. یعنی انقدر پخش شده بود. اومدم شما رو به سوی الله دعوت کنم و الا کتابهی اومدم شما رو به سمت قرآن دعوت کنم و الا سنت نبیهی امام حسن اینو کلمات امام حسنه اصلا من همه رو میخونم ولی برای یه جملش که حالا عرض میکنم اومدم شما رو به سوی سنت پیغمبر دعوت کنم اومدم شما رو به سمت خود پیغمبر دعوت کنم و الا افقه من تفقه من المسلمین آقا اینجا من اگه فضیلت بگم و عیب بعضی از افراد زمان امیر المومنین شما تشویق میکنین کاری نداره اینجا که یه زمانی امام حسن رفته سلام الله در یه کوفه ای که اینا عاشق و شیفته اون دو نفر اولا از بین از بین این مردم میخواد برام میرم لشگر لشکر جور این هنر مدیریت یعنی شما یه لشکری دیگه پیدا کنید که از دشمنان فکر خودش یار درست کرده حالا خیلی از اینا گیج بودن نفهمیده بودن حق براشون معلوم نبود دوچار شبه بودن یا هرچی اش از تو لشکر امیر تو فتح آب کمک کرده این هنر حضرته این هنر حضرته امام حسن سلام الله علیه اینجا باید یه چیزی بگه که اینا تحریک نشن قرار کنن برن عجب می‌کنی نمیتونه خیلی واضح صحبت کنه بیاد بگه امیرالمومنین از فلان کس انقدر برتره خب همونجا دعوا میشه دیگه تمام میخواد از اینا لشگر جور کنه برن سراغ نصرت حضرت خیلی کار پیچیده است با این حال امام حسن سلام الله علیه سلبی صحبت کرده اینجوری نیست که فقط بگه علی خوبه میگه او خوبه قابل قیاس با اون یکی هم نیست حالا نگاه چقدر لطیف فرموده فرمود که ببرمتون سراغ کی الا یعنی به سوی کی الا افقه من تفقه من المسلم شما که کسایی رو دینشناس میپندارید میبرمتون سراغ فقیه ترین مردم همین کافی بود اگر حضرت زرافت به خرج میداد دعوا بشه همین رو بعضی از احکامی که اونا صادر کرده بودن میخواست دستکاری کنه دعوا میشد قبول نمیکرد جامعه و اونی که اون منصوب کرده تو حق نداری کنار بذاری امام حسن فرمود شما یه عده رو دینشناس و فقیه میدونید الا افقه من تفقه من المسلم هیچ کس در بین مسلمین همچین فهمی از دین نداره و اعدل من تو عدلون شما یه کسانی رو عادل میپندارید میبرمتون پیش عادلترین عادلان و افضل من تو فضلون برترین اون کسانی که شما خیال میکنید و اوفا من تو بایون میبرمتون پیش کسی که اگر با او بیعت کنید خیلی با وفاس یه ارز کنم اینجا در محضر امام رضا دلم خواست بگم امیر المومنی سر یه حادثه یه مفصلی که توضیحش طولانیه نمیگم تو بیابون که داشت میرفت یه راهب یو دید و زمینه هدایت اون راهب و فراهم کرد با یه معجزهی که طولانیه خلاصه میخوام بید راهب شهادت این گفت بعدم اشهد و انک وسی و رسول الله گفت من تو بیابون منتظر پیغمبر بودم و هر روز زجه می خدا یکی بیاد منو ادایت کنه این مسلمان ها که من می بینم اینا اصلا مسلمان واقعا هم کسی بنی امیه و اون افراد قبل از امیر المونه ببینه حق داره مسلمان نشه بگه اینا این اسلام کفر پس چیه من اومده بودم تو بیابون دنبال پیغمبر آخر و زمان میگشتم گفتم خودش من هدایت میکنه دیگه امیر المومی رفت با یه معجزهی که حالا مفصله او رو هدایت کرد در دی رو بس گفت خب کجا میری شما بودن تو کجا گفت یال من امام پیدا کردم که دیگه من دی رو میخوام دی رو میخواستم تا تو رو پیدا کنه حضرت همون داریم میریم سفین گفت منم میام به نقل اولین شهید سفین این راه به مسیح راهب مسیح مسیحی جنگاور که نبود یه بچه طلبه مسیحی یعنی لابا تیر اول افتاد زمین پهلوانی نبود به چشم بیاد وسط سفین هم بیرم اون داره بین جنازه ها میگرده او فامن تو بای اون شما با خیلی ها بیعت کردی و وفای او کسی رو ندیدید فرما دنبال کی میگردی؟ فرما دنبال راهب راهب, راهب رو نمیبینم گشت بین جنازه ها راهب رو پیدا کرد گفتم با راهب چی کار داری؟ گفت شما با قبایلتون اومدین راهب کس و کار نداره خودش قبر براش کند خودش دفنش کرد بعد دیدن صورتش نزدیک برده به قبر بعد یه لبخندی زد بلند شد گفتن آقا چی شد؟ خب این راهب مسیحی بود دیگه ازدواج نمی کردن اونا. فرمود که که انی انذرو الیه و الا جنتهی و الا زوجتهی سب کردم ببینم جاش کجا میشه جاش آماده است ازش پذیرایی میکنن که عنی انظر و الیه و الا جنتهی باقی که بهش میدن مناسب هست و الا زوجتهی اونجا با هور هم ازدواج کرد بعد از رد بلند شد امام حسن فرمود اوفا من تو اون با خیلی ها بیعت کردید ولی این با وفاست ما یقین داریم قیامت او میاد ما رو پیدا میکنه ما لازم نیست دنبال او بگردیم او من تو بای اون بعد ما حسن سلام علیه یه تیکه انداخ هم به اهل جمل هم به خلفای غرفان من لم یعب هل قرآن. ببینید میخوان بگن یه نفر خیلی باسواده بگن تا حالا تک نگرفته این چه مدهیه این کی اتفاق میفته وقتی که یه عده ای دوچار گیجیان اون ضعیف ها رو از این قویه بیشتر میپسندن مجبورن این قویه رو که میخوان مدهش کنن اینجوری بگن و حضرت با اینکه میدونه حساسه این کارو میکنه یعنی کسی مد امیر میخواد بگه باید این مد رو از دیگران نفی کنه وگرنه مد نیست که یعن علی شجاع بود فلان کس هم شجاع بود این که معت نشد باید بگه او اشجعه و مثل او دیده نشده این اقل مده فهمون من لم یعب هل قرآن ببرم پیش کسی که قرآن تا از او عیب نگرفته چون از اون خانومی که اونجا وایستاده قرآن او رو به جاسوس معرفی کرده اون پس مردی که اونجا وایستاده قرآن او رو به آزاردهنده پیغمبر معرفی کرده تو پنج و 53 سوره احزاب گفت های پیغمبر بمیره با فلان کس من ازدواج میکنم تله امام حسن فرمود ببرمتون سراغ کسی که من لم یعب هل قرآن عیبی از او نگرفته ولی از باقی کسانی که مقابلش ایستادن تا دلت بخواد عیب گرفته اون یکی تو جنگ فرار کرده اون یکی جلو پیغمبر داد زده اون یکی مردم رو تو دلشون رو خالی کرده اون یکی از شکست مسلمین خوشحال شده اون یکی جگر پیغمبر رو خون کرده اما میبرم سراغ کسی که من لم یعبه القرآن قرآن قرآن عیبی از او نگرفته هرچه از او گفته خیر و برکت و مده و لم تو سنه سنت پیغمبر مچ او رو نگرفته که داری غلط میری اون خانومی که اونجا وایستاده هم قرآن فرموده و قرنفی بیوت کن بمونید تو خونتون هم پیغمبر فرمود این سگهای منطقه هواب به تو پارس نکنن یه وقت ها فرمود ولم تو جهل هستون نه. این رو کسی مچشو نگرفته اونا تا دلتون بخواد خطا دارن تا دلتون بخواد اشکال دارن تا دلتون بخواد غلط دارن قابل قیاس نیستن بعد فرمود که ولم تقعد به سابقه هر فضیلت و سابقه ای که در اسلام هست به دوش او بوده از هیچ فضیلتی عقب نمونده هر اتفاقی تو اسلام افتاده یا اختصاصا مال او بوده یا او مشارک اصلی بوده قابل قیاس با بقیه نبوده الا من قربه الله تعالی الا رسوله قرابتن ببرمتون به کسی که از هر جهت به پیغمبر نزدیک قرابت الرحم از جهت نسبی و قرابت الدین از جهت دینی الا من سبق الناس الا كل مفرتن در هر فضیلتی از همه پیشی گرفته بعد یه عبارت امام حسن گفته که اگه خدا شاهده در محضر امام رضا راست میگم به من اگر میگفتن من اگه این عبارت رو نشنیده بودم به من میگفتن اینو بهت بگیم رگ گردنتو تو بزنیم به امام رضا من حاضر بودم ببینید چه گفته و توضیح بدم دو تا مقدمه باید توضیح بدم تا این کلام امام حسن جا بیفته مقدمه اول اینشالله زیارت جامعه زیاد میخونید این چند روز هم حتما بخونید یه تکنیکی ادبیات عرب برا فهم مطالب هست که این شاید در زیارت جامعه بیش از صد بار تکرار شد آقا ادب عرب وقتی میخواد یه جمله ای بگه جمله میگه هر کدوم این کلماتش سر جاشه من سعی میکنم آسون بگم بعضی زرافت سانسور میکنم که شما معنا دستتون میده گاهی یه عبارتی رو از سر جاش ور میداره میبره جلوتر این یا میخواد روش تاکید کنه یا میخواد انحصار ایجاد کنه مثال بزنم عبارت و شما اینجوری نشنیدید الا تطمئن القلوب به ذکر الله اینجوری نشنیدید اگر خدا میفرمود الا تطمئن القلوب به ذکر الله تطمئن اطمینان آرامش دلها با یاد خدا آرامش میگیره. اگر میفرمود الا تطمئن القلوب به ذکر الله یعنی دلها با یاد خدا آرامش میگیره با چیزای دیگه هم آرامش میگیره اما وقتی به ذکر الله میبره قبل بقیه میگه الا به ذکر الله اینطوری فرموده دیگه الا به ذکر الله تطمئن نور میگن جار و مجور به حرف جر این یعنی چی؟ یعنی فقط 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 با یاد خدا دل آرام میگیرد نه با هیچ چیز دیگه دنبال چیز دیگه نرید علکیه همش تخدیره علکیه با یاد خدا فقط دل آرام میشه زیارت جامعه رو نگاه کنید اوصاف اهل بیت این شکلی بیان کرده میگه بکم یونزل الغیث نمیفرماد یونزل الغیث بکم یونزل الغیث بکم یعنی به برکت شما بارون میباره به برکت چیزهای دیگه هم میباره اما بکم یونزل الغیث یعنی فقط 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 به برکت شما بارون میباره یعنی اون کسانی که تو کربلا به برکت سید الشهدا سیراب بودن اون رو تشنه کشتن هم که برکت حسین ابن علی آب خوردن هم اونا او رو تشنه بکم یونزل الغیت فقط به برکت شما بارون میبار بکم یوم و سما و انتقال الارض الا بکم و به جایی که ببره تای جمله ورده سر جمله معناش چیه یعنی آسمون نمیاد رو زمین امنیت هست فقط 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 فقط, فقط به خاطر شماست عباراتش نگاه کنید لهو تسلمون یعنی فقط 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 تسلیم اوی تسلیم هیچ کس نیستی بهی تؤمنون فقط فقط به او ایمان دارید الا سبیلهی ترشدون عبارات جامع کبیر است دیگه فقط 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 به سوی او ارشاد میکنید به سمت هر چی بگید به سمت خداست به موالاتکم علمن الله معالم دیننا نه علمن الله معالم دیننا به موالاتکم وقتی برد اول یعنی فقط 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 به عشق و محبت شماست که ما دیندار شدیم دین فهمیدیم صد تا بلکه بیشتر این تکنیک مفهوم ساز در جامعه کبیره هست این مقدمه اول چون اینو بعدا تو این جمله ما مثلا داریم حضرت از این استفاده کرد مقدمه دوم آیه ای داریم در قرآن که مسلمین اولش اونایی که دینشون دین نبود عمیق نبودن فهم کردن بلوفه مسلمین وقتی می رفتن جنگ معمولا دشمنان اسلام تا دندون مسلح پول داده بودن گلادیاتور و رزمنده هرفهی و پهلوان هم برده بودن این وریا جنگ بلد نبودن تیر و نیزه و شمشیر همه چی این ور نداشتن اون ورد کفش رزمی این ور دمپایی هم نداشتن اونور اسب جنگی اینور ور هم نداشتن اون, بر بر هم نداشتن. اون بر سه وعده کباب شطور این ور روزی یه دونه خورما مثلا جنگ نات جمعیتم جمعیت هم ده به یک و هکی نگاه کنه میگه خب میخوای ما رو به کشتم بدی خب بکش دیگه چی چیه چی ما میبری اینجا خدا یه عبارتی میگه شما اینا رو حساب کتاب میکردی خدا کجاست خب اونا خدا ندارن اونا هبل دارن شما الله دارید اینجوری نگاه کنی اون وقت میگی که توازن هست یا نی کف الله المؤمنین القتال خدا تو جنگ ها شما را کفایت میکن ابن مسعود میگه که حالا این توضیح من اولش یعنی کنم ما خیال میکنم بلوفه دیگه شعار دیگه این همه اونا چیز دارن خدا کفایت میکنه که گوش نیم شمشیر نداریم بلد نیستیم کف الله المؤمنین القتال خدا تو جنگ ها شما را کفایت میکن میگه ولی تو بعد رو اوهد من اینو فهمیدم خدا چه جوری کفل دو آلمانی القتال میگه اون لحظه ای که نوفل ابن پرچم پرچمدار کف حمله کرد همه در رفتن رفتن بالا کو پیغمبر به امیر فرمود یا علی اکفنی نوفلن علی جان ما رو از نوفل کفایت کن امیر هم رفت رو زد پرچم و نفر بعدی گرفت تلحت ابن عبی تله از اون طرف حمله کرد این باز این ور در رفتن پیغمبر فرمود یا علی اکفنی تلحت ابن عبی تله علی رفت تله رو زد نه نفر پشت سر هم پرچم دار بودن نفر نهمو که زد هیچ کسی جگر نکرد پرچم کفر رو دست بگیر دهمی ده نداشت دیگه یعنی پرچم کفر رو زمین افتاد کسی چون میدونستن امیرمون به سمت پرچم دار میره ابن مسعود میگه ما وقتی این طوری شد که دیدیم علیه که همه کارت فهمیدیم که کف الله المؤمنین القتال به علی ابن طالب با وجود این علی که معجزه پیغمبر خدا ما رو کفایت میکن این آیه قرآن بود کفایت برا مؤمنین درست شد این خیلی بشارته ها یعنی اون لحظه ای که فقیری کف الله المؤمنین به علی ابن طالب اون لحظه ای که در ترسی بیپناهی فرمود انا و کل خائف هر کس به ترس من بهش امنیت میدم این بشارت برای همه ماست اگر میترسی علی شما رو کفایت میکنه اگر فقیری علی شما رو کفایت میکنه اگر بیپناهی اگر پرگناهی اگر بیکسوکاری، اگه کسی حسابت نمیکنه این بشارت برای مؤمنین اون امام حسن سلام الله علیه اینجا یه عبارت بسیار لطیفی فرمود هی داشت میفرمود ببرم الامن به سوی کسی که اینطوریه اینطوریه اینجا فرمود الامن کف الله بهی رسوله بیاد ببرم سراغ کسی که نه شما مؤمنین خدا رسولش رو با او کفایت کرد از این عبارت دقیق تر فرمود امام حسن نه فرمود من کف الله و رسوله بهی این بهی آورد قبل از رسول که من با جامعه کبیره توضیح دادم فرمود بیایید ببرمتون سراغ کسی که الامن کف الله و بهی رسوله ببرم سراغ کسی که خدا فقط 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 به برکت او پیغمبر رو کفایت کرد اصلا او بود پیغمبر همه چیز داشت و او نبود پیغمبر چیزی نداشت حالا این رو جو نمیگم اینجا رو نگاه کنی در جنگ خندق که هیچکس کس جرعت نکرد بره با امر ابن عبدود به جنگ یه قولی بود برای خودش امیر المومنین وقتی خواست بره خیلی سرباز توی لشکر پیغمبر بود سلمان بود ابوذر بود مقداد بود خوبا بودن خیلی ها. ولی پیغمبر دست بلند کرد عرض کرد اللهم لا تذرنی فردن خدای منو تنها نگذار و انت خیر الوارسین یا کی میتونه تنها چیه چند هزار نفرن یه عدهشون قطعا خوبن سلمان ابوذر مقداد ولی اون کسی که کس پیغمبره علیه الا من کف الله بهی رسول او تا او بود پیغمبر و خدا کفایت میکن و اگر او نباشه تنهاست ولو اگه بقیه باشه بعد از خندق نوشتن هر جای امیر میفرستاد پیغمبر شبیه اون حالتی که سید و شهده برای میدان فرستادن علی اکبر داشت دست به آسمان بلند میکرد عرض میکرد اللهم لا تذرنی فردن خدای منو تنها نگذار و انت خیر الوارثین من علی کسمه الا من کف الله بهی رسوله نظام اینو جوونتم همسن این که اینجا نشستن کوچیک درا بودم همین گفتم خدای این علی ابن عبی طالب فداش بشم مستجاب و دعوست در به درم دنبال شهادت بوده خب چرا شهید نمی شده تا این روایت از پیغمبر دیدم از امام صادق از پیغمبر امام صادق میفرمود پیغمبر فرمود سألت الله ان لا یقبضه قبلی از خدا خواستم علی قبل از من شهید نشه من تحمل ندارم خدا من نمیتونم دوری علی رو تحمل کنم عشق دو طرفه بود تا کسی ندونه پیغمبر چقدر بیچاره امیر المومنینه و امیر المومنین چقدر بیچاره پیغمبره عزای امروز امیرالمومنین رو نمیدون <applause> هم پیغمبر دیگه بحث و نگر میدارم پیغمبر با اون همه خدمتی که کرده عالم رو روشن کرده عالم رو نجات داده الان باید خوشحال از این دنیا میرفت و روزهای پایانی گفتن لبخند به لبش نیومد هر وقت امیر المومین و زهرا نگاه میکن اشکش جاری میشه نگران بود یه روزی فرمود علی جان اینا اگه بخوان رسما با من این توضیح من عبارت پیغمبر الان ارز بخوان رسما با من دشمنی کنن مردم میفهم اینا منافقن وقائن فی صدور قوم کینه ها در دل ها شعله میکشه اینا مخفیش کردن یبدون ها بعدی سر تو اینا رو آشکار میکنه اینا اینقدر از تو کینه دارن که تو رو نمیکشن تو رو زجکش میخوان بکنه. هم دیگه حالا فرصت توضیح اینجا نیست هم آیاتی از قرآن هم روایتی از پیغمبر هم عقل امیر المومنین اختزاش این بود که اینی که میخوام عرض کنم خیلی امتحان سختی بود میفرماد با پیغمبر میرفتیم من امروز بخوام روزه پیغمبر و امام حسن و امیر و امام رضا رو بخونم این رو میخونم اون چیزی که امام حسن و زود محاسنش رو سپید کرد امیر تا آخر عمر ازادار کرد چشم پیغمبر رو داره میره بهشت گریان کرد امیر المومنین میفرماد که با پیغمبر میرفتیم پشت سرش رو چند بار نگاه کرد کوچه که خلوت شد یه چیزی در گوش من گفت اون قدر قدرتی که در قلعه خیبر و کنزانواش نلرزید میفرماد تا شنیدم افتادم زمین خوردم و برای اولین بار و آخرین بار به پیغمبر گفتش که نمیشه من قبل از شما از دنیا برم که خیلی امتحان سختی هر کی تو این عالم زمین میخوره یا علی میگه تو باید وایسی ببینی سد باقر هندی عالم شاعرم هست میگه وحباهو به کل فضل عظیمن خدا هرچی داشت به علی داد اما عالم اینطوریه دیگه و به مقدار ما هواه همون جور که به او همه چیزو بخشید و به مقدار ما هواه ابتلاه همه دار و هم ازش گرفت خود حضرت تعریف کرده این حالتو تعریف کرده فرمودی پیغمبر فرمود صبر کن منم صبر کردم اون فکر نکنید آسون بود صبر تو و فلعینه قضا تیغ تو چشمم بود و فل حلقه شجا استخان در گلون بود ارا تو را نه نهوا دیدم دار و ندارم و ازم گرفتم <applause> روزای پایانی بود پیغمبر اکرم در بستر افتاده بود صدیقه تارو و امیر و حسنین نشسته بودن بالاسر سر حضرت حضرت همینجور که آرام آرام اشکش می اومد به سختی دست مبارک رو بلند کرد دست فاطمه رو تو دست علی گذاشت فرمود یا اهلی هاذهی ودیعت الله و ودیعت رسوله این یادگار خداست امانت پیغمبر فحفظ ها خیلی مراقبت کن و لمن لول ها وای به حال اون کسی که او رو خشمگین کنه و لمن من ابتزه ها ها وای به, اون به حال اون بیشاره ای که حق او رو به خواد غصب کنه خب گذشت یه نگاه هم کرد به فاطمه زهرا سلام الله علیه ها پیغمبر اکرم من دو جمله عرض میکنم و تحویل میدم خیلی جلو نمیرم یه نگاه کرد به پیغمبر اکرم نگاه کرد به فاطمه زهرا یه وقت ما آقا یه چیزی رو فوقش بدونیم نمیبینیم که ولی پیغمبر داره میبینه الان ما رو هم دیده همون موقع خیلی سخته آقا سلام آره پیغمبری که همه وجودش فاطمه زهراست تخم چشمشه روح بین دو پهلوشه خیلی براش سخت بود خیلی براش تلخ بود وقتی دست فاطمه زهرا رو تو دست آه سلام دست فاطمه زهرا رو تو دست امیر المومنین گذاشت شروع کرد گریه کردن از رو عشقش به امیر اول به امیر نگاه کرد فرمود دارم میبینم معاصن تو به خونه سرت خذاب به اتهام خروج از اسلام بعد رو کرد به فاطمه زهرا فرمو کنی به فاطمه فاطمه جان تو هم دارم میبینم اون لحظه ای که گیر افتادی بین رزل ها پست ها کسی کمکت نمیکنه من یه جمله میگم و شما رو به خدا میسپرم شیخ محسن عبالحب تو یه مصره خیلی حرف زده من از این جلوتر نمیبرم میگه پیغمبر وسیعت کرد به امیر المؤمنین. کار به یه جایی رسید که انقریب چند روز آینده چند وقت دیگه تناب به گردن امیر بستن میکشیدند. میگه تناب که میکشیدن تنها چیزی که مانع بود او رو ببرن این بود که توجهش به فاطمه زهرا بود او رو رو زمین میکشیدن گردنشو هی می کشیدن او برگشته بود دید فاطمه بین مردان زمین افتاده یه مصرع گفته میگه وقتی داشتن او رو می کشیدن فوضت امر کلل الاله و امرها همونجور که او رو داشتن میکشیدن دید زیر دست و پاس گفت خدایا فاطمه رو به تو سپرده